سلام به دوستان فارسی نت خیلی خوش اومدین امیدوارم تو بهترین روزهای زندگیتون باشید تو این قسمت از فارسی نت میخوایم در مورد خواب کافی و فواید آن برای بدن بگیم پس همراه ما باشید در گذشته فواید خواب اغلب توسط پزشکان نادیده گرفته میشد و توسط افسانه ها احاطه شده بود با این حال اکنون ما اهمیت خواب برای سلامت کلی و رفاه را درک کرده ایم. برای مثال یاد گرفتیم زمانی که افراد کمتر از 6 تا 7 ساعت میخوابند در معرض خطر بزرگی برای بروز و رشد بیماری ها قرار دارند. خواب کافی چه تاثیراتی بر بدن میگذارند؟ 1. سلامت قلب حملات قلبی و سکته در ساعت اولیه صبح رخ می دهد که ممکن است به خاطر نحوه تعامل با رگهای خونی باشد. کمبود خواب با بد شدن فشار خون و کلسترول که عامل خطر بیماری های قلبی و سکته هستند همراه است اگر هر شب بین 7 تا 9 ساعت بخوابید قلب شما سالم خواهد شد دو پیشگیری از سرطان آیا میدانستید افرادی که در شیفت آخر کار می کنند ریسک بالاتری در توسعه سرطان سینه دارند محققان معتقدند که در معرض نبودن نور خورشید باعث کاهش سطح ملاتونین می شود. ملاتونین هورمونی است که چرخه قاب و بیداری را تنظیم می کند و تصور می شود که از مقابله با سرطان و از رشد تومورها جلوگیری می کند. دقت کنید که اتاق خواب تاریک باشد و از استفاده از لوازم الکترونیکی قبل از خواب اجتناب کنید تا به بدن شما کمک کند که ملاتونین داشته باشید. سه کاهش استرس وقتی بدنتان دچار کم بوده خواب می شود دچار استرس می شوید وظایف بدن به حالت آماده باش کامل در می آید که باعث فشار خون بالا و تولید هورمون های استرس می شود فشار خون بالا خطر حمله قلبی و سکته را افزایش می دهد و هورمون های استرس باعث می شود خوابیدن سخت شود تکنیک های آرام سازی را یاد بگیرید تا اثرات استرس را خونسا و سریعتر به خواب بروید چهار کاهش التهاب افزایش هورمون های استرس ناشی از کمبود خواب سطح التهاب را در بدن افزایش می جابد. این اب خطر بیشتری برای بیماری های قلبی همچنین سرطان و دیابت ایجاد می کند. تصور می شود التیاب با سن بیشتر هم می شود. سطح پروتئین التهابی در افرادی که در شب کمتر از 6 ساعت می خوابند نسبت به افرادی که خواب کامل دارند بیشتر است. فشار خون ناشی از التهاب از دیگر مازرات اختلال خواب است. 5. هوشیاری بیشتر خواب خوب شبانه باعث می شود که روز بعد هوشیار و با انرژی تر باشید. با انرژی بودن و فعال بودن نه تنها احساس خوبی به شما می دهد بلکه شانس شما برای خوب خوابیدن در یک شب دیگر را افزایش می دهد. وقتی از خواب بیدار می شوید، از آن انرژی برای کل روزتان، کارهای فعال و درگیر شدن با دنیای خودتان استفاده کنید. شب بعد بهتر بخوابید و سطح انرژی روزانه خود را افزایش دهید. 6. بهبود حافظه محققان به طور کامل دریافت نمی کنن که چرا ما در خواب رویا می بینیم اما یافتن که خواب نقش مهمی در فرایندی به نام تثبیت حافظه ایفا می کند. در طول خواب بدن شما ممکن است استراحت کند اما مغز مشغول پردازش روز خود برقراری ارتباط بین رویدادها ورودیهای حسی احساسات و خاطرات است خواب عمیق زمان بسیار مهمی برای مغز شما برای ایجاد حافظه و ارتباط است و رسیدن به خواب با کیفیت بیشتر به شما کمک می کند که چیزهای بهتری را به یاد داشته باشید. افت کاهش وزن محققان دریافتن افرادی که کمتر از 8 ساعت در خواب می خوابند اضافه وزن یا چاقی هستند. تصور می شود که کمبود خواب بر تعادل هورمونی بدن که اشتها را تحت تاثیر قرار می دهد تاثیر بگذارد هورمون‌های گرلین و لیتین که اشتها را تنظیم می کنند با کمبود خواب تاثیر می گیرند اگر می وزن خود را حفظ یا کاهش دهید فراموش نکنید که خواب کافی منظم بخش بزرگی از معادله تان است 8 باهوشتر شب تنها فرصتی برای خوابیدن نیست چرت زدن در طول روز یک جایگزین موثر و تازه برای کافئین است که برای سلامت کلی شما خوب است و میتواند استفاده از ذهن شما را مفیدتر کند مطالعه که بر روی 24 هزار بزرگسال یونانی انجام شد نشان داد افرادی که چندین بار در هفته چرت میزنند خطر مرگ از طریق بیماریهای قلبی را کاهش میدهند افرادی که در کارشان چرت میزنند سطوح پایینی از استرس را نشان میدهند چرت زدن همچنین باعث بهبود حافظه عملکرد شناختی و حالت روحی میشود نو کاهش افسردگی خواب بسیاری از مواد شیمیایی بدن شما از جمله سروتونین را تحت تاثیر قرار میدهد افراد با کمبود سروتونین بیشتر از افسردگی رنج میبرند شما می توانید با اطمینان از اینکه هر شب مقدار مناسبی از خواب را دریافت می کنید از افسردگی جلوگیری کنید. ده کمک به ترمیم بدن خواب زمانی برای استراحت است اما همچنین زمانی است که بدن در ترمیم آسیب های ناشی از استرس اشعه ماورای بنفش و دیگر مواجه مزر سخت کار می کند. سلول های شما وقتی خواب هستید پروتئین بیشتری تولید می کنند. این سلول های پروتئینی بلوک های سازنده برای سلول ها را تشکیل می دهند و به آنها اجازه ترمیم آسیب را می دهند. 11. کاهش دردهای مزمن خواب کافی و با کیفیت سبب کاهش درد می شود. پس به همین دلیل است که پزشکان استراحت کامل را در دوره نقاهت بیماری یا عمل جراحی توصیه می کنند. دوازده پاکسازی مغز با خواب کافی مغز به عنوان فرمانده بدن عملکرد درستی در صورت خواب کافی خواهد داشت. در زمان خواب، سیستم پاکسازی مغز بیشتر میزان فعالیت را دارد و مواد زائد را از این بافت حیاتی خارج می کند. قسمت زیادی از مواد زاید بدن توسط سیستم لنفاوی خارج می شود. اما مغز برخلاف سایر اندام ها از سیستم لنفاوی برای این منظور بهره نمی برد و پاکسازی بافت بسیار حساس مغز توسط یک سیستم مستقل انجام می شود. سیستم پاکسازی مغز از نوعی سلول به نام گلیان تشکیل شده است که عملکرد آن ثابت کردن نورون ها در محل متقاضی است. بین رگ مغزی و سلول های گلیان مایه خاصی جریان دارد که ترکیبات پروتئینی مزر را از بافت مغز جدا می کند. تحقیقات نشان داده است که هنگام خواب سلول های گلیان از رگ مغز جدا می شوند و فضای بیشتری را برای عبور این مایع فراهم می عملکرد سیستم پاکسازی پس از خواب تا 60 درصد افزایش می یابد. 13 افزایش تولید میلین و جلوگیری از ام خواب کافی تولید میلین توسط سلول های مغز را افزایش میدهد میلین مانند آیق است و اطراف تمام سلول های عصبی قرار دارد و ترکیب نوعی فسفولوپید و پروتئین است. میلین برای عملکرد سطح سلول های عصبی ضروری است و کمبود آن منجر به بروز بیماری های خطرناکی مانند MS می شود. از مهمترین وظایف میلین تسریع ارسال پیام های عصبی است. خواب باعث افزایش تعداد سلول های عصبی می شود. 14. افزایش قدرت استدلال و تفکر با خواب کافی کیفیت خواب بر نحوه تفکر و استدلال منطقی تأثیر گذار است پس استراحتی کوتاه هنگام مواجهه با مشکلات پیچیده که نیازمند اعتخاذ راه حل و تفکر است تأثیر فوقلادهی در قدرت تصمیم دارد. پانزه افزایش قدرت بدنی خواب کافی و با کیفیت در طول شب سبب افزایش قدرت بدنی می شود. نکاتی که شما درباره نداشتن خواب کافی باید بدانید کمخوابی و نداشتن خواب کافی شبانه در کودکان و نوجوانان سبب بروز رفتاری ناهنجار می شوند به طوری که این کودکان در مدرسه رفتار مناسبی ندارند و برای همسن و سالان و اولیای مدرسه مشکلات ایجاد می کنند از مهمترین علت های تصادف رانندگی خواب آلودگی شب است خواب ناکافی سبب مرگ زودرس می شود. چروک شدن پوست و پیری زودرس در نتیجه اختلال در خواب و خواب ناکافی به وجود می آید. اختلال خواب قابلیت قضاوت را از بین می برد. مهمترین عامل مشاجره و اختلاف زوجین کمخوابی و خستگی می باشد. خواب ناکافی سیستم یادگیری را مختل می کند. دوستان عزیزم حتما حتما سعی کنید در شبانه روز بین 7 تا 8 ساعت خوب بخوابید تا تمام این مشکلاتی که گفتیم برای شما پیش نیاید. خیلی ممنون که همراه کانال فارسی نت بودین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب را هم بزنید. شب روزتون بخیر.